درود بر شما هموطنان گرامی. من امروز میخوام برای خودم و شما روشن فکر دینی رو تعریف کنم. روشن فکر دینی چیه؟ روشن فکر دینی در اصل مانند یک سطل گوه، خیلی معذرت میخوام، روشن فکر دینی خیلی معذرت میخوام، مانند یک سطل گوه که با شکلات تزیین شده و اطرافش یک بشک عطر ریختن. تا زمانی که ازش دوری فکر میکنی که موجود ارزشمندیه. وقتی که بهش نزدیک میشی، هرچی بیشتر بهش نزدیک میشی، به وجود کثیفش بیشتر پی میبری. نمونه این روشنفکران دینی عبدالکریم سروش. این آقا از دانشگاهش تهران دکترای داروسازی داره. یکی از مریداش از یک سوال کرده که میگن روزه برای سلامتی مضر، نظر شما چیه؟ گفته روزه نه تنها مضر نیست، بعضی مواقع مفید هم هست برای بدن. آخه کدوم آدم عاقل دانا میگه 16 ساعت تشنگی کشیدن برای بدن تو گرمای 50 درجه مفیده؟ حالا بگذاریم از این که وقتی که بدن گرسنه نمیشه چه تأثیر روی سلولای مغز میذاره، وقتی که بدن بازم به مدت طولانی گرسنه نمیمونه، عضلات بدن شروع میکنن به خورده شدن و تجزیه شدن و چه سمومی تو بدن تولید میکنه و چه تأثیر رو بدن میذاره، اونو کاری نداریم. فقط همین به نوشیدن آب شما دقت کنید. 16 ساعت اصیاتون باشه. روشن فکر دینی چیزی نیست بجز یک سطل گوه که با شکلات تزیین شده و اطرافش یه بشک عطر ریختن. این آقای عبدالکریم سروش مولا و پیشوای بسیاری از دانشجویان توی 10-15 سال پیش بود. مثلا دانشجوی مسلمان خیلی که سطح فکرشون میرفت بالا میشدن پیرو عبدالکریم سروش. ولی خب خوشبختانه الان دیگه جایگاه خاصی ندارن این افراد، این شیادی مثل علی شریعتی. هرچی آگاهی تو جامعه بیشتر میشه، این افراد بیشتر میرن کنار. پاینده باشید، پاینده تمام ایرانیان میهن پرست. بدرود.